درباره نژاد پرستی هم از جنبه های بسیار متعدد و هم از منظرهای بسیار متعدد می شود سخن گفت. یعنی هم خود نژاد پرستی جنبه های متعددی داره و هم منظری که ما به نژاد پرستی داریم تعدد فراوان تواند داشت. بنابراین از حاصل ضرب جنبه های خود نژاد پرستی در منظرهای کسانی که به نژاد پرستی می نگرند ما مباحث فراوانی قابل طرح خواهیم داشت. من البته در این فرصت نه میل دارم و نه قدرت دارم که به همه مباحث بپردازم، اما اجمالا در حد دقایقی که شما در اختیار من گذاشته اید چند تا نکته رو عرض کنم. نکته اول این است که اساساً انانیت، خودشیفتگی و عجب این مادر نژاد پرستی است. چرا؟ برای اینکه در یک تقسیم بندی کلی سه نوع انانیت، یعنی سه نوع منم منم کردن، سه نوع منی و مایی کردن، سه نوع خودشیفتگی و شیفته خود بودن، سه نوع عجب در عالم انسانی هست. یک بار خودشیفتگی فردی است که مثلا من به عنوان یک فرد خودشیفتم و خودم رو از آقایان خانم هایی که اینجا هستند برتر میدانم، نسبت به اونها عجب دارم، سخت دل مشغول خودمم. این خودشیفتگی فردی است، عجب فردی است. من در اینجا خودشیفتگی و عجب رو تفکیک نمی کنم از هم. به نظر دقیق این دوتا دو چیزن، اما برای بحث من فرقی بین این دوتا از لحاظ بحث من نیست. پس یک بار ما با عجب و خودشیفتگی فردی سر و کار داریم که هر فردی نسبت به هر فرد دیگری چه بسا عجب و خودشیفتگی داشته باشه. گاهی هست که نه، من از آن رو که یک فردم نسبت به فرد دیگری عجب ندارم، کبر نمی ورزم، متکبرانه رفتار نمی کنم نسبت به فرد دیگری، اما دستخوش عجب گروهی هم. به این معنا که در مناسباتم با شما احیانا خیلی هم متواضعم، خیلی فروتنم، همیشه شما رو بر خودم مقدم میکنم، اما به محض اینکه شما به دین من، مذهب من حمله کردید، میبینید من اصلا تحمل حمله به دین و مذهب خودم رو ندارم. به ملیت من حمله کردید، میبینید من اصلا تحمل حمله به ملیت خودم رو ندارم. به رنگ پوست من حمله کردید که تو فلان رنگ رو داری، میبینید من غیرت و حمیت میبرزم به رنگ پوست. به همین صورت به شغل و حرفه من حمله ای کردید، میبینید من نسبت به کسانی که هم شغل و هم حرفه منند حمیت و غیرت میبرزم و به هیچ وجه من الوجود تحمل نقد همکاران خودم رو در شغل و حرفه خودم ندارم. این عجب گروهی است. حالا این عجب گروهی میشود عجب باشد نسبت به گروه نژادی، عجب نسبت به گروه جنسیتی، مثلا من چون مردم عجب داشته باشم نسبت به زنان، یا زنی عجب داشته باشد نسبت به مردان، عجب جنسیتی هم عجب است.
عجب دینی و مذهبی، من از آن رو که متدین به فلان دین و مذهبم عجب دارم و دین و مذهب خودم رو از همه ادیان و مذاهب برتر و فراتر تلقی میکنم، دین و مذهب خودم رو کامل تلقی میکنم، کامل ترین دین و مذهب تلقی میکنم و سایر ادیان و مذاهب رو در قیاس و در مقایسه با دین و مذهب خودم حقیرتر میشم. گاهی همین وضع نسبت به ملیت هم هست، ایرانی هم و ایرانیان را برتر از سایر ملل تلقی میکنم، ژاپنی هم و ژاپنی ها را برتر از سایر ملل تلقی میکنم. گاهی نسبت به شغل و حرفه و صنفی که به لحاظ شغل و حرفه هم بهشون تعلق دارم چنین دیدی دارم، گاهی نسبت به گروه بندی های اجتماعی که در اون گروه بندی ها من عضویت دارم عجب دارم. مثلا فرض کنید که من از طرفداران فلان تیم فوتبالم و طرفداران تیم های دیگر فوتبال رو به نظر تحقیر نگاه میکنم، به نظر اهانت نگاه میکنم، به نظر استهزا نگاه میکنم. انواع و اقسام عجب های گروهی ما داریم، خودشیفتگی های گروهی. لزومن کسی که خودشیفته گروهی است، لزومن شما درش رفتار خودشیفته وار از لحاظ فردی نمیبینید، یعنی تا وقتی با خود اون سر و کار دارید میبینید خیلی متواضع است، اما خدا نکند که شما نقدی متوجه رئیس حزب او کنید یا رئیس جناح سیاسی او یا رئیس دین و مذهب او کنید، وقت ببینید که حاضر از شما رو بکشد به جهت اینکه عجب گروهی داره و تحمل نمی کنه که کسی بگوید نقدی به رئیس دین و مذهب تو وارده، نقدی به رئیس حزب سیاسی تو وارده یا فلان جبهه و جناحی که تو بهش تعلق داری فلان عیب و ایراد رو داره. این هم عجب نوع دوم. گاهی هم عجب نوعی ما داریم. عجب نوعی یعنی نه من خودم رو از آن لحاظ که فردم برتر از شما میبینم، نه از لحاظ عضویتی که در گروه های اجتماعی دارم خودم رو از سایر اعضای بقیه گروه ها برتر میبینم، اما من چون انسانم خودم رو از سایر موجودات برتر میدارم. میگم انسان برتر است از گاوها، از گوسفندها، برتر است از خرگوشها، برتر است از مرغ و خروس. این هم عجب نوعی است، یعنی نوع بشر هم یک نوع عجبی نسبت به سایر حیوانات و طبعا نسبت به گیاهان و طبعا نسبت به جمادات داره. در جهان امروز ما همه این انواع مشکلزا شدن، البته همیشه مشکلزا بودن، اما الان مشکل زا شدنشون واضح تر شده، شاید بشود تعبیر کرد عمیق تر شده. ما از اینکه عجب نوعی داریم بحران محیط زیست داریم. اگر انسان ها خودشون رو برتر از حیوانات نمی دانستن، یعنی برتر از سایر حیوانات و برتر از نباتات و گیاهان نمی دانستن و برتر از جمادات یعنی برتر از کوه ها و آب ها نمیدانستن، که بحران محیط زیست ما نداشتیم. بحران محیط زیست ناشی از این است که من خودم رو اشرف مخلوقات تلقی میکنم و شریفترین مخلوقات تلقی میکنم، معتقدم که همه مخلوقات غیر از من برای من انسان آفریده شدن و حق دارم من مسخرشون کنم و حق دارم هر استفاده ای که خوشم آمد از اونها داشته باشم. خب ما محیط زیست پیدا، در واقع ما عجب نوعی هم داریم. بحران محیط زیست به گمان من بهترین مثال است از این که میگفتم امروزه عجبها عمیق‌تر شدند، عجبها آشکارتر شدند. خب این عجب نوعی. اما بحث نژاد پرستی که شما پرسیدید، این یکی از انواع عجب قسم دومه، یعنی عجب گروهیه که من چون سفید پوستم برترم از سیاه پوستم، کما اینکه سیاه پوستان افراطی هم هستند
که معتقدن نژاد سیاه برترین نژاد است. دقت میکنید؟ و زیباتر از سیاهی رنگی نیست. این عجب گروهی است، اما گروه در اینجا گروه نژادی است. دقت میکنید؟ کما این که در همه کشورهایی که ما تبعیض نژادی و نژاد پرستی داریم، تبعیض دینی و مذهبی هم کما بیش داریم. اون هم باز یک نوع دیگری است از عجب گروهی و اقسام و انواع دیگر عجب همه هست. بنابراین باید، اگر بنابراین است که ما لااقل به لحاظ روانشناختی، لااقل به لحاظ روانشناسی اجتماعی ریشه کن کنیم نژاد پرستی را و تبعیض نژادی را، باید به سراغ ام الفساد بریم، یعنی به سراغ این انانیتی که در ما ریشه دوانده، گاهی به عنوان اینکه فردی خاصیم، گاهی به عنوان اینکه عضو گروه بندی اجتماعی خاصیم، و گاهی به عنوان اینکه فردی از افراد انسانی نسبت به سایر موجوداتی که انسان نیستن وجود داریم. این نکته اول. من میخوام تأکید بر این بکنم که عوامل روانشناختی و مخصوصا عوامل مربوط به روانشناسی اجتماعی رو باید برش تأکید کرد در پیدایش تبعیض نژادی و نژاد پرست. این نکته اول. نکته دومی که میخواستم عرض کنم این است که خب نژاد پرستی چه عیب و ایرادی داره؟ اگر دقت فرموده باشید، یک عیب و ایرادش که من قبلا گفتم که عیب و ایراد اخلاقی بود، یعنی میگفتم ناشی است از عجب، که عجب لااقل به گمان من و کسانی بزرگترین رذیلت اخلاقی است. اما فقط هم مشکل تبعیض نژادی و نژاد پرستی مشکل اخلاقی نیست، مشکل مصلحت اندیشانه هم هست. یعنی حتی اگر ما احکام و قواعد اخلاقی رو کنار بگذاریم، اصلا صرف نظر کنیم از اخلاقی زیستن و نخواهیم تن بسپریم به لوازم اخلاق، نخواهیم ملتزم باشیم به لوازم اخلاق و دغدغه اخلاقی زیستن نداشته باشیم، باز هم تبعیض نژادی به زیان خواهد بود. چرا؟ چون زیاد مصلحت اندیشانه در اینجا پیش خواهد آمد. تبعیض نژادی همبستگی اجتماعی رو از میان خواهد و همبستگی اجتماعی در هر جامعه ای از میان رفت، همه اعضای اون جامعه زیان می‌بینند، نه فقط کسانی که در این از بین رفتن همبستگی اجتماعی فرودست قرار گرفتند، اونها که فرادست قرار گرفتن هم زیان می‌بینند. نگاه می‌کنید، یک نوع همسرنوشتی در یک جامعه شامل حال همه اعضای اون جامعه هست، یعنی همه اعضای یک جامعه کشتی نشستگان یک کشتی هستند و اگر اخلالی پیش آمد، همه سرنشینان این کشتی مشکل پیدا خواهند کرد و همه ممکن است که به طرف هلاک برند، نه به طرف نجات. گمانم بر این است که ما علاوه بر این که باید جدا تأکید کنیم بر جنبه اخلاقی، ولی بر جنبه مصلحت اندیشانه هم باید تأکید کنیم. چون کسانی، اگر شما فقط بر جنبه اخلاقی تأکید کنید، خواهند گفت که این اخلاق فروشان و این منبری ها که همیشه از بالا نگاه میکنند، اینها دارن برای ما حکم صادر میکنند. نه، بحث بر سر این نیست. بحث بر سر این است که علاوه بر اخلاق، مصلحت اندیشی هم اعتصام میکنه که ما تبعیض نژادی رو آهسته آهسته اما به صورت ژرف تضعیف کنیم در جامعه. البته اگر تضعیف کردیم نژاد پرستی و تبعیض نژادی رو، دقیقاً با همون منطق و با همون استدلال باید تبعیض دینی و مذهبی رو هم تضعیف کنیم و تبعیض ملیتی رو هم تضعیف کنیم و تبعیض جنسیتی رو هم تبعیض کنیم، چون همون تضعیف کنیم، چون همون منطقی که حکم میکنه که نباید یا به جهت اخلاقی یا به جهت مصلحت اندیشانه تبعیض نژادی داشت،
دقیقا همون منطق قابل تکرار است در باب تبعیض دینی و مذهبی، تبعیض جنسیتی، تبعیض ملیتی و تبعیضهای دیگری که الا ماشاءالله در همه جوامع با درجات متفاوت وجود دارد. این هم نکته دو. نکته سومی که میخواستم عرض کنم این است که واقعا به گمان من شهود هر کسی مؤید قاعده زرین اخلاقی هست، لااقل جنبه منفی قاعده زرین اخلاقی را همه شهود میکنند. هر انسانی به گمان من شهود میکند صدق این حکم را که با دیگران چنان مکن که خوش نداری که با تو کنند، لااقل جنبه سلبی قاعده زرین. حالا من بر جنبه ایجابیش تکیه نمی کنم که با دیگران چنان کن که خوش داری که با تو کنم، اما لااقل جنبه سلبی رو هر انسانی شهودن می پذیره این قاعده زرین رو که در همه مکتب های اخلاقی، در همه نظام های اخلاقی، نظریه های اخلاقی و در ادیان و مذاهب، در همه ادیان و مذاهب تا جایی که من مطلعم برش تأکید شده. اگر قاعده زرین را حتی فقط جنبه سلبی و جنبه منفیش را هم بپذیریم و کاری به جنبه مثبت و ایجابیش هم نداشته باشیم، این هر نوع تبعیض را محکوم کنه. چون آیا تویی که نسبت به سیاه پوستان تبعیض نژادی می‌ورزی در یک موقعیت فرضی اگر تو سیاه پوست بودی خوش داشتی که سفید پوستان با تو رفتار تبعیض‌آمیز بکنند یا نه؟ اگر تو مثلا مسلمان بودی در یک کشوری که اقلیتند در اون کشور مسلمانان، خوش داشتی که اکثریت با تو به عنوان این که مسلمانی بدرفتاری کنند و تبعیض قائل بشوند یا نه؟ اگر تو که مردی زن بودی خوش داشتی که رفتاری که الان توی مرد با زنان میکنی مردان با تو که زنی علال فرض بکنند یا نه؟ قاعده زرین جنبه سلبیش هر نوع تبعیض گروهی را نفی میکنه. بگذاریم از اینکه تبعیض فردی را هم نفی میکنه، بگذاریم از اینکه تبعیض نوعی را هم نفی میکنه، اما سخن من الان بیشتر متوجه تبعیض نژادی است. من گمان بر این دارم که چون شهود ما حکم میکنه به اینکه جنبه سلبی قاعده زرین صادقه، هر انسان منصفی بدون نیاز به مکتب و مدرسه، بدون نیاز به فرهیختگی خاصی، همین که به خود رجوع بکنه در میابد که من حق ندارم نسبت به هیچ گروه اجتماعی از جمله گروه نژادی اجتماعی متفاوت با گروه نژادی خودم رفتار تبعیض‌آمیز داشته باشم. این هم نکته سومی است که می‌خواستم عرض بکنم. اما نکته چهارمی که می‌خوام عرض بکنم این است که آیا همه کس حق داره تبعیض نژادی را محکوم کنه یا کسی که خودش هم تبعیض نژادی مرتکب میشه یا خودش هم تبعیض نوع دیگری مرتکب میشه، اینم حق محکومیت نداره، حق اعتراض نداره. من همیشه به یاد میارم در این گونه مواقع داستان بسیار معروف کتاب مقدس مسیحیان را که وقتی که زنی را میخواستند یهودیان سنگسار کنند به جرم زنا و او رو میخواستن در گودالی فرو کنن و سنگ در اطرافش بریزن و سنگ سارش کنن، مسیح مخالفت نکرد با حکمی که در شریعت موسی بود، یعنی حکم سنگ سار کردن زن زناکار، با این مخالفت نکرد. اما نکته مهمتر از این را بیان کرد با آن اینکه هر یک از شما که گناه نکرده است سنگ اول رو پرتاب کنه. منی که سر تا پا گناهکارم حق ندارم سنگ پرتاب کنم به زنی که زنا کرده،
چرا؟ چون خود من هم به انواع و اقسام آلودگی ها ملوثم، آلودم، و این که من آلودگی ای دارم که عرف جامعه سنگسار نمی کنه معنیش این نیست که اون آلودگی کم اهمیت تر است از آلودگی که عرف جامعه آلودگی به اون آلودگی رو سنگسار میکنه. اگر من زنا نکرده ام که هیچ بعید نیست که کرده باشم، اگر زنا نکرده ام که هیچ بعید نیست که در خیال خودم لااقل زنا نکرده باشم، اگر زنا نکرده باشم که هیچ بعید نیست که دروغ گفته باشم و هیچ بعید نیست که فریبکاری کرده باشم و هیچ بعید نیست که ظلم دیگری کرده باشم، من حق سنگسار کردن زناکار رو ندارم. به همین ترتیب افراد و گروه ها و نظام های سیاسی که خودشون همه مشیشون تبعیض آمیزه و خودشون انواع و اقسام تبعیض ها را اعمال میکنن، حق ندارن تبعیض نژادی رو محکوم کنن. تبعیض نژادی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ مصلحت اندیشانه محکوم است، اما این محکومیت باید از قبل کسی انجام بگیره و ابراز بشه و اظهار بشه که خود او دستش آلوده به انواع و اقسام تبعیض‌های دیگه نباشه. بنابراین این که من از آب گلالود تبعیض نژادی در کشوری به سود خودم بخوام استفاده کنم، این رو باید برملا کرد، این نکته رو. این کنندگان چون این کاری رو باید رسوا کرد و گفت شما خودتون انواع و اقسام تبعیض‌های دیگه مرتکب میشید و بنابراین لااقل شما حق اظهار این محکومیت و ابراز این محکومیت رو ندارید. این به این معنا نیست که کسی که تبعیض نژادی انجام داده گناه نکرده. به این معناست که گناه رو تو حق محکوم کردنش رو نداری، دیگرانی حق محکوم کردن این گناه رو دارند.